Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. خدمت دوستان عزیز. رسیدیم به قسمت سوم برنامه امشبمون، قسمت مداحی با جناب استاد عزیز آقای جلیل احمد عظیمی. Liebe Geschwister, wir kommen nun zum dritten Teil des heutigen Abends, den Trauergesang Mattahi mit Herrn Jalil Ahmad Azimi. لازم به تذکر است، من الان متوجه شدم عکسایی که در یوتیوب پخش می شد استاده، حالا ممکنه فقط روی اینترنت رو صفحه مونیتور رو من اینجوری نشون می داد که قطع شده. ما این رو چک می کنیم. همونطور که صوت امروز ما خراب بود، ما از اینستاگرام ویدیو رو کشیدیم برای یوتیوب و جایگزین کردیم، پس ناراحت نباشید. Wir haben gerade festgestellt, dass das Bild bei YouTube nicht so ganz funktioniert hat, zumindest auf dem Monitor. Wenn das, der Film Fehler hat, werden wir die ersetzen. So wie auch gestern der Ton irgendwo nicht in Ordnung war. Wir haben aus dem Instagram heraus die Videos genommen und rüber portiert, damit wir diese benutzen können. جناب آقای عظیمی، خیلی خوش آمد میگوییم به شما و از شما تشکر میکنیم که ما را دوباره امشب به فیض میرسونید. Vielen Dank, Herr Azimi, dass Sie wieder dabei sind. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سید عزیز و بزرگوار. همه بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم. این شب روزای حزن و اندوه و ماختم حزمای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، انشالله که این قلیل عزاداری ها ذخیره شب اول و قبل قیامت همگی و باعث تسلی قلب و داغ دیده امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیره انشالله. Ich heiße ebenfalls alle herzlich willkommen und möge die Trauer, die Sie bekundet haben, von Gott angenommen haben. Und wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag leisten. Befahren wir euch mit Gott. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal فرجا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنتها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزور حجة يا رب الحجة باقي الحجة اشف صدر الحجة بالظهور المهدي برار دست دعا تا دعا کنیم که بیاید بیا به یوسف زهرا دعا کنیم که بیاید اگر دعا نکنم من و اگر دعا نکنی تو
کشد غمش به درازا دعا کنیم که بیاید. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك وعلى آبائك في هذا الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طهراً فتمتعوا فيها طويلا حدیث عشق تو دیوانه کرد عالم را به خون نشاند دل دودمان آدم را غم تو موهبت کبریاست در دل من نمیدم به سرور بهش این غم را سنجانم آقای من غبار ماتم تو بر من آبرو بدوشید غبار ماتم تو بر من آبرو بخشید آقا جانم غبار ماتم تو بر من آبرون بخشی به عالمی ندهم این قبار ماتم را زمان به یاد عزایت محرم از آقا اگر چه شور دگر داده این محرم را من کجا و مجلس اربابم کجا هر کجا بنشینیم و بگیم حسین آقا بر ما نظر دار زمان بیاد عزایت محرم است حسین اگر چه شور دگر داده این محرم را چی میخوام بگم آقای من مولای من عزیز فاطمه خوش به حال اونایی که چشم گریان داره خوش به حال اونایی که اینیم شبا در خونه خدا زد جوانان میزنن ای در غم دلشون نام عبی عبدالله را زینت دادن گوشه یه قلبشون نام مولا حسین بنیم قطره اشک
محبتت ندارم، اگر درد دستم تمام عالم را حرف آخر رو بزنم، اگر بناس دمی بی تو بگذرد عمرم، هزار بار بمیرم نبینم آن دم را، اگر که بند من جدا کند عدوی تو، مراز تو تو راز من نمی کند جدا حسین، باید یه جور دیگه بگیم این جمله رو، اگر که بند من جدا کند عدوی تو، مراز تو تو راز من نمی کند جدا حسین، خدا نکرده دست رد اگر زنی به سینه هم، من شکست دل بگو که رو کنم کجا حسین، عزیز دلم دلار بردن کربلا یربا، اون لحظه ای که دلار بردن به لاله یعنی اکبر امام حسین، به زجه مولا نبی عبدالله، اما من امشب میخوام ای دلای آماده رو ببرم در خونه یا آقا جان قاسم ابن الحسن، همجوری بود از امو اجازه گرفت امو رو راضی کرد وارد میدان شد، این سرباز 13 ساله مولا بن حسن ابن علی، آخه هر یک از قهرمانان بنی هاشم از اصحاب و یاران مولا میرفتن، یه رجزی رو میخوندن و زمزمه میکردن، انتن کرونی فان ابن الحسن سبت النبی المصطفى، فداش بشم قریب به 35 نفر به درک واسن کرد، اما مال عجیبی گفت به خدا من این پسر رو میکشم، کانی کرد که دیگه از اصل رو زمین افتاد، نالش بلند شد صدا زد تقسنی یا امو، امو جان به فریادم برم، ابی عبدالله دید باطل بالا سرشه، خودش شتابان رسول بالا سر قاسم ابن الحسن، ناله زد قاسمم بلند شو امو اومده، ای امو یک دم بدار جنگ زیر سم مرکب ازایم شکر، اگر این مطلب صحیح بوده باشه تنها بدنی که کربلا دوبار زیر سم از رد همین نازنین بدن بود، گرچه لعل تو آب و تن تو تاب ندارد، دلت هوای دگر غیر نوی باب ندارد، تو نهی که جواب عموی خیش نگویی، لبان تشنه تو
نیروی جوان ندارد اینجا بدن قاسم شاه، اما من بند فدای و لحظه ای که بالا سر علی اکبر شم اومد. گفت علی اکبر یه بار دیگه بابا بگو، هر کاری کرد جواب نداد، اینجا یه بخبی عبدالله خم شد، صورت به صورت علی اکبر گذاشت. زینب کبرای علی سراسیم اومد، خودشو به برادر رسود، دست رو شونه سرور و سالار شهیدان، صدا زد داداش بلند شا ببین دشمن به ما میخنده، یا الله یا الله یا الله. تا ابی عبدالله صدای زینب رو شنید، غیرت الله مولا صدا زد علی جان خیز و از جا به رویم را بخر، امه را از جمع نامحرم بدن، حق داشت اینجا بگه جوانان بنی هاشم بیایید، علی را در در خیمه رسانید، خدا داند حسین طاقت ندارد علی را در در خیمه رساند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه فيكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. بحق قاسم ابن الحسن، بحق آقا جان أبي عبد الله، بحق مولا مولى علي أكبر إمام حسين، بحق عمه سادات زينب كبرى يا علي، اللهم عجل وليك الفرج، فرج إمام زمان ما را برسان، موال فرج حضرت برطرف بگردان، خدا با ظهور امام زمان ریشه این ویروس منحوس از سر تمام مردم عالم، همه اون بندگانی که هیچ ظلمی به هیچ کس از بندگان خدا روا نداشتند و ندارند، اگر گرفتار این ویروس منحوس شدن بر ابدانشون لباس عافیت، اما به لطف و کرم امام زمان ریشه این ویروس منحوس قطع و غم بفرمان، عاقبت امر همه ما ختم دخیل، تأجیل در امر فرج امام زمان صلوات. اللهم صل علی محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله از همه به لطف و کرم قبول کنه. ببخشید با صدای خسته بنده حقیر مصدق اوقات عزیزان شدیم. خداوند ان شاء الله که به لطف و کرم قبول کنه از همه ان شاء الله. طيب والله انفسكم ايش خيلي ممنوع از لطف شما ان شاء الله خدا قبول کنه. Vielen Dank für Ihre Güte, möge Allah anerkennen. خب از حضورتون مرخص میشم جناب آقای عزیمی تا فردا شب ان شاء الله. سلامت باشین. بدرود آقا. التماس دعا از همگی عزیزان. بسیار خداحافظ. خب خب خواهران و برادران عزیز، به پایان برنامه امشب آنلاین امشب میرسیم از مؤسسه فرهنگی اهل بیت مونیخ. فردا رأس ساعت 21 انشاءالله باز خدمت شما خواهیم بود. Liebe Geschwister, wir sind jetzt nun zum Ende unseres Online-Programms des Ahlulbeit Kulturverein München e.V. gelangt und wir werden morgen um 21 Uhr wieder für Sie da sein. Ta farda bedrood, bis morgen, auf Wiedersehen. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.